به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جور صدمند باشید شاگردای عزیز به درس امروز بسیار زیاد خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم فصل چندم هستیم فصل هفتم معادلات یک مجهوله یا یک متحوله درجه دوم و درس ششم ما و شما میشه درست است و امروز شاگرد از درس آخر ما از این فصل میشه یعنی فصل هفت ما و شما بخیر امروز خلاص میکنیم درست است اما عنوانی که ما و شما امروز باید بخونیم چی است حل معادلات درجه دوم یا یک مجهوله درجه دوم به روش دلتا یا روش چی فرمول محمد ابن موسا خارزمی درست است؟ پس یا روش دلتا برشم بگیم یا روش فرمول محمد ابن موسا خارزمی هم گفته میشه درست است شاگرد عزیز؟ خب قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم ما اول از شاگرده که کارخاندیگی درس گذشته با ما روان کردن بسیار زیاد تشکر میکنیم و اون شاگردان که روان لطفاً با ما روان کنن از طریق چی؟ از طریق واتساب. نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز پس شاگرد عزیز میریم سر تخته و درس شروع میکنیم پس همراه ما باشید خب شاگرد عزیز و گرامی فرمول های محمد ابن موسا خارزمی یا روش دلتا برش روش دلتا گفته بشه درست هست پس من نویشتن میکنم روش دلتا سایست یا گفتیم فرمول های محمد ابن موسا خارزمی گفته میشه برش خب اگر یادتون باشد این فصل ما در رابطه با چی گب میزدیم در رابطه با حل معادله درجه دوم یک مجهوله یا یک متحوله و گفتیم فرم استانداردش به این شکل بود دیگه نه من اینجا نوشته میکنم فرم استاندارد به این بود ax ای مربع بانده از این برنوشته کنم شکر عزیز از این آخر نوشته میکنیم ای ایکس مربع جمع بی ایکس جمع سی مساوی است با صفر یعنی اگر به شکل نبود ما میتونیم تبدیل کنیم نه یعنی یک طرف تساوی ما شما باید چند باشد باید صفر باشد که به با با او میگیم فرم استاندارد سیست به پس یک نکته دیگه هم داشتیم که ای ما و شما گفتیم صفر شده نمیتونه ای اگر صفر باشه چرا صفر شده اگر ای صفر باشه صفر ضرب در اکس مربع x مربع خلاص میکنه و معادله ما شما میشه بی اکس جمع سی مساوی با صفر یک معادله درجه اول میشه در حالی که ما معادله ما شما چی هست؟ درجه دوم است پس با او خاطر ا صفر شده نمیتونه اما بی وسی میتونه صفر باشه خو کار کردیم در سوی گذشته دیگه نه خب اما گفتیم مادر را کار کنید این مادر در حل کنید جوابش دریافت کنید ما چند روش خوندیم روش آزمون خطا خوندیم درست است ما حدس میزنیم جواب چند است یک میماندیم چک میکردیم آیا مسئله برقرار میشد میگفتیم اگر میشد میگفتیم جواب هست اگر نمیشد میگفتیم نیست بعد ازش خواندیم روش هندسی رو خواندیم گراف میکشیدیم گراف یک خط مستقیم و یک پارابول میکشیدیم و میدیدیم که خط مستقیم و پارابول آیا همدیگر را قطع میکنن یا نه اگر قطع میکنن در کدام نقطه قطع میکنن اما نقطه ایکسش میشه جواب ما و شما سیست و روش بعد چه خواندیم روش روش تجزیه رو خواندیم و گفتیم بهترین روش برای حل معادلات شما اما اول میریم چی سراغ تجزیه میریم اگر با تجزیه بتونیم کار کنیم کارمون بسیار آسان است چون سرعت روش تجزیه بسیار بالاست و جواب سری برای ما و شما میکشه و دریافت میکنه صحیح است اما گفتیم تجزیه همه معادلات با روش تجزیه نمیشه کار کرد مشکل روش تجزیه همین است که هر معادله که درجه دو به ما شما داده بشه با روش تجزیه کار کرده نمیتونه با روش هندسی کار کرده نمیتونه. صحیح است دیگه چه بعضی روش تکمیل مربع رو خواندیم گفتیم تکمیل مربع به این شکل است روش خوبی است که همه معادلات به ما شما کار کرده نمیتونه اما روش دلتا کامل ترین روش روش دلتا است یعنی هر معادله درجه دوی که به ما و شما داده بشه ما با روش دلتا میتونیم جوابش دریافت کنیم صحیح پس اگر یک معادله به شما داده شد گفتید کار کنید جوابش در معادله درجه دو گفت جوابش دریافت کنید شما اول سراغ چی میرید؟ سراغ روش تجزیه میرین سیست اگر با تجربه کار نشد بعد با دلتا کار کنید سیست چون دلتا کار کردن میتونه 100 درصد کار کردن جواب دریافت میکنه فقط روش دلتا کمی روش طولانی تر است سیست یعنی سرعتش کمی آسان تر است که یک چیز آسان تر جواب به موشو دریافت میکنه زمان بیشتری میبره که دریافت کنیم ولی اگر روش هم خوب روش بسیار آسان و روش خوبی است که مطمئن و 100 درصد است جواب رو بر ما شما میکشه درست است خب حالا روش دلتا به این شکل هست. شما فرم استاندارد مدلر دارد x مربع جمع bx x جمع c مساوی با صفر یعنی اگر به این شکل نمود ای جور میکنیم دقت کنید به عنوان مثال نگاه کنید مدل ما شما به این شکل است x مربع منفی 5x مساوی است با 6 این مادلی در به ما شما داده شده x مربع جمع 5x با 6 این فرم استاندارد نیست چرا چون یک طرف صفر نیست 6 است پس یعنی 6 ما باید انتقال بدیم شرش که دایو انتقال بدم چی میشه استاندارد میشه بس من ایره کار میکنم همین سوال کار میکنم شاگرد دایو دقت کنید همین سوال من کار میکنم خب من شش دایو انتقال میتم پس میشه x مربع x مربع منفی 5x منفی 6 اون 6 مثبت است دایو برای مساوی انتقال داده شده و علامه میشه تبدیل میشه مساوی است با صفر عالی فرم استاندارد شد سه است اول فرم استاندارد شد abc رو ما میبینیم دریافت میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید a ای. ای چی بود گفتیم a ضریب x مربع است عددی که پشت x مربع نوشته شده x مربع پشت چه عددی است عدد یک است دیگه میفهمید نه p چی است 1 b چی است b عددی که در پشت سر x نوشته شده x پشت سرش منفی این منفی از 5/5 تا نه شاگرد عزیز دقت کنید منفی 5 پس b ما و شما میشه منفی 5 و c چی میشه سی عدد دقت کنید سی امی سی یک اچ ایکس نداره عدد تنهای تنها سی در اینجا عدد تنهای ما شما فقط منفی 6 است منفی از 6 است پس سی ما شما میشه منفی 6 پس ای بی سی رو ما میتونیم دریافت کنیم درست است در یک معادله درجه دوم به ما داده باشه خب حال روش دلتا میگه چرا خم کار کنه شما باید ای بی سی رو بتونه دریافت کنید در روش دلتا روش دلتا میگه که دلتا چی است شاگرد دقت کنید دلتا یک عدد است دلتا یعنی یک مثلث میکشه مثلث خورد به این میگیم دلتا این چی است ای یک حرف یونانی است به اسم دلتا سیست ما در ریاضیات از حروف یونانی زیاد استفاده میکنیم حروف های یونانی پس چی میشه این دلتا دلتا مساوی است و فرمولش به این شکل میشه بی مربع منفی 4 ای سی این رو ما باید بریم این فرمول چیز کنیم دریافت کنیم ببینیم چند میشه جوابش یک عدد میشه پس دلتا چی است یک عدد است چرا خم دریافت میکنیم از این فرمول B مربع منفی 4 A دقت کن B مربع منفی 4 بین 4 و A و C هیچ علامه نیست علامه ضرب سی رو میفهمید دیگه صحیح است خب یک عدد میشه اینو که دریافت میکنیم یک عدد میشه با عنوان مثال مدی دریافت کنید دلتا رو دریافت کن شاگرد عزیز دلتا چی بود فرمولش بود B مربع منفی 4 A C پس اینی هست. این ثابت است این فرمول لازم خود باید داشته باشه صحیح است منفی 4 A خب دریافت کنید پس دلتا ما شما چی میشه B ما شما چند است بان با بی ما و شما در اینجا منفی پنج است سیست پس میشه منفی پنج مربع منفی چار ضرب در ای ضرب در سی دقت داخل قوس نویشتن میکنیم که ضرب خونده شود ای ما و شما یک است سی ما و شما چند است منفی شش است سیست خب دقت کن شاگرده این رو باید دریافت کنیم چند میشه جوابازی؟ منفی پنج مربع مربع منفی پنج منفی خلاص میکنم، میشه پنج, پنج, بیست و پنج. پس میشه بیست و پنج. خب چار یکت در اینجا ضرب است دقت کن چار یکت چار البته منفی از چار است نه منفی چار ضرب در یک میشه چار مثبت در منفی میشه منفی 4 حالی منفی چار در منفی 6 ضرب میشه منفی چار در منفی شش چار ششت چار. منفی در منفی مثبت پس مثبت که جواب جواب چند میشه 25 جمع به سازی بسازی میشه با پس جواب ما و دلتا ما چند چه درفت کنیم شد پس فام چی رقم شد بان و با ایر در بالایش نوشتن بکنم شاگر دزید چون پایین هم جواب رو کنم پس ایر در اینجا نوشتن بکنم ای دلتای ما و شما چند شد؟ چلو نو فام چی رقم پس دلتا رو دریافت نه دلتا فرمولش یه است بی مربع منفی 4 ای سی میمان بی سی رو داری میمان اینا رو حساب ای میکنید جوابش رو میکشید و جواب در آخر در یک عدد میشه خب حال شاگرد از دقت کنید عددی که ما اوشو دا دلتا درافت میکنیم سه حالت میشه یا مثبت است یا منفی است یا صفر میتونه باشه سه سه حالت دلتا ما و شما داره چون یک عدد سه حالت داره یا مثبت یا منفی یا صفر صفر جلبا نیست ها نه مثبت است نه منفی فکرتون باشه پس اگر دقت کنید چه گرد اگر من اینو نوشتم میکنم اگر دلتا ما و شما چی باشد بزرگتر از صفر باشد پس بان، یا اگر شما انگلیسی نوشتم میکنم if if میشه اگر سه اگر دلتای ما و شما بزرگتر از صفر باشد با نون ده اینجا که اگر مثبت شده مثبت یعنی بزرگتر از صفر صحیح پس اگر دلتا ما و شما بزرگتر از صفر باشد معادل ما و شما دو جواب داره دو جواب داره دقت کن دلتا بزرگتر از صفر باشد دو جواب یا دو ریشه داره بهش میگیم پس x1 ما و شما جواب اول ما و شما میشه چی فرمولش به این شکل است منفی b مثبت جذر دلتا تقسیم بر دو ای این فرمولم باید کنید پس اگر دلتا ما و شما بزرگتر است یک عدد مثبت شد از این جواب در جواب از این فرمول دریافت میشه من این منفی از فرمول است منفی b جمع جذر دلتا تقسیم بر دو ای. و جواب دوم ما شما چی میشه x دو ما شما میشه منفی b دقیقاً همین فقط مثبت دلتا میشه منفی جذر دلتا صحیح مثبت جذر دلتا میشه منفی جذر دلتا تقسیم بر دو ای. پس این دو فرمول دقیقا یکی است فقط مثبت جذر دلتا در پایین منفی جذر دلتا سه دو جواب به این دریافت میکنیم اگر دلتا ما و شما چی باشه مثبت باشه اما اگر دقت نشه عزیز اگر دلتا ما و شما چی باشد صفر شود یک عدد حساب کنیم دلتا شود صفر خب جواب ما و شما چه رقم میشه دقت کن شاگرد عزیز اینی دو جواب همین فرمول قبلی ریاض دارید دیگه ما فهمیدین دیگه دلتا صفر بود چون دلتا صفر شده دیگه دلتا صفر بانی میشه منفی بی جذر جمع جذر صفر جذر صفر که صفر میشه نوشته نمی کنیم در پایینی هم منفی بی منفی جذر صفر جذر صفر باز صفر میشه نوشته نمی کنیم پس هر دو فرمول یکی میشه میشه منفی بی بر دو ای, ای هم میشه منفی بی بر دو ای هر دوش با هم دیگه چی میشه مساوی میشه پس x1 مساوی میشه با x2 دو. دو. تا جواب ما و شما با هم مساوی است و فرمولش چی فرمولش میشه منفی بی تقسیم بر دو ای فهمید چه رقم شد پس اگر دلتا رو ما دریافت کردیم یک عدد مثبت شد دو جواب داریم اگر دلتا رو دریافت کردیم یک صفر شد میگیم چی است دو جواب ما شما مساوی میشه یعنی خیلی از کتابا میگه یک جواب داریم در حالی که دو تا جواب ما شما چون مساوی یک تا میشه حساب کرد صحیح است و فرمولش هم است منفی بی تقسیم بر دو دهمی فرمول دلتا رو صفر میمونیم این فرمول دریافت میشه و اگر شاگرد عزیز در آخر اگر دلتا ما شما یک عدد کوچکتر از صفر یک عدد منفی دریافت شد میایم میگیم که چی معادله در ساحه اعداد حقیقی، در ساحه اعداد حقیقی جواب ندارد. جواب ندارد معادل ما و شما جواب ندارد البته اعداد حقیقی جواب ندارد در اعداد مختلف جواب دارد که در سنف های بد میخوانیم فیست پس در سا... یعنی عدد حقیقی ما نمیتونیم دریافت کنیم که معادل بر ما و شما کار کنه و جواب بکشه یعنی جواب حل کنه فیست معادل حل کنه پس شاگرد عزیز فهم میدیم چه رقم شد نه پس ما و شما روش دلتا اول چی میکنیم معادل را استاندارد میکنیم یعنی یک طرف صفر باشه دیگه یک طرف ای بی سی را دریافت میکنیم بعد دلتا را دریافت میکنیم دلتا است بی مربع منفی 4 ای سی ما در اینجا دلتا را دریافت کردیم دلتا چند شده شده 49 کدام از این سه حالت میشه حالت اول میشه چون دلتا ما شما مثبت است چلونه یک عدد مثبت است دیگه بزرگتر صفر است پس دو جواب داریم. جوابش ما دا در اینجا میکشم دقت کنید جواب اول ما شما که مو شما چی میشه فرمول گفتیم منفی b درست است مثبت جذر دلتا تقسیم بر دو ای پس میمانم قیمتاش واسه کنه چقدر عزیز خب این منفی از خود فرمول دقت کنید منفی از خود فرمول بی بی ما شما چند است بی ما شما منفی 5 است پس میشه منفی منفی 5 به این میشه جمع جذر دلتا دلتا ما شما چند شد درف کردن دلتا ما شما چند شد 49 آفرین پس تحت جذر 49 تقسیم بر دو ضرب در ای ای ما شما چند است ای ما شما یک است خب یارو ما درف کنم چند میشه جوابش خب شاگرد از دقت کنید به این میشه یعنی منفی در منفی ضرب میشه منفی در منفی میشه مثبت پنج پس مثبت پنج خب جمع جذر چلونه چند میشه؟ آفرین که گفتن چند؟ آف. چون اف اف میشه آفرین پس پنج جمع آف. تقسیم بر دو, دو در یک میشه دو سیست؟ پنج مثبت جمع هفت مثبت چی میشه؟ هم علامه با هم جمع میشه میشه دوازده تقسیم بر دو اگر بسازین میشه شش پس جواب یک اگر جواب ما شما چند شد؟ شش شد سیست؟ جواب دوم درافت کنیم x2 ما و شما چی میشه فرمول شمیسته منفی b منفی جذر دلتا تقسیم بر 2 a پس فرمول میمان این منفی از خود فرمول b ما و شما باز منفی 5 است چون b خودش منفی 5 است این منفی از خود فرمول است دقت کنید جمع منفی جذر دلتا ما و شما 49 شد درست است تقسیم بر دو ای دو ای ما و شما که یک بود پس مخرج ما و شما شاگرد از دوی زبدالیک میشه دو خب منفی در منفی میشه مثبت 5. مثبت 5 و منفی 7 جون جذر 49 میشه 7 است خب جواب چی میشه 5 منفی 7 چی میشه 5 مثبت با 7 منفی هم علامه نیستن از هم کم میشه علامه عدد بزرگتر پس جواب میشه منفی دو تقسیم بر دو که دوی تقسیم بر دو هم میشه یک منفی در مثبت میشه منفی پس یک تا جواب دیگه ما و شما چند شد منفی یک شد پس شاگرد عزیز یک از جواب رو دریافت کردیم شش مثبت یک از جواب رو دریافت کردیم یک منفی پس یه از روش چی شاگرد عزیز روش دلتا از کدام حالت کار کردیم از حالت اول که دلتا ما و شما یک مثبت شد حالا ما سوال کار میکنیم اگر دلتا صفر شود یا دلتا کوچکتر صفر شود هم کار میکنیم صحیح است پس شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید خب شاگردی عزیز و گرامی یک مثال دیگه کار میکنیم سوال با ما و شما گفته پس نوشته کنیم مثال معادلات زیل را حل کنید سیست معادلات زیل را حل کنید خب معادله به ما شما به داده دقت کنید به معادل یک معادله اینجا نوشتم یک معادله هم در اینجا دو معادله را کار میکنیم مدل اول ما و شما به شک داده گفته x مربع منفی 4x جمع 4 مساوی است با صفر. این مدل به ما و شما داده گفته اینو کار کن خب این استاندارد است میگیم بله تمام عناصر یک طرف و یک طرف صفر پس خوب است این استاندارد است ای بی سی دریافت کو شاگرد عزیز A ضریب x مربع است x مربع ضرب چند است ضربش یک مثبت است پس A میشه یک بی ما و شما چند میشه B ما شما ضرب X است ضرب ایکس چی پشت سر چند است منفی 4 است دقت کنید شاگرد عزیز ما دیدم بعض بعض شاگرد داره 4 4 این منفیش نوشته نمیکنه غلط میشه صحیح باید دقت کنه. این منفی از 4 است پس میشه B ما شما منفی 4 و C ما شما سی ما و شما هم عدد تنهایی که وجود داره که چند است مثبت 4 است پس C ما شما میشه مثبت 4 پس ای بی سی رو تا نشیم دریافت کنیم حالا برسون چرا اول دریافت می‌کردیم اول آفرین دلتا رو دریافت می‌کردیم پس دلتا چی میشه فرمولش چی بود دلتا دلتا فرمول چه بگین شاگرد عزیز ب مربع منفی 4 ای سی ایربدیفس کنه یا دیگه نه ب مربع منفی 4 ای سی پس ما دلتا رو دراخ میکنم دلتای ما و شما چی میشه بی ما و شما چند است منفی 4 است. پس میشه منفی 4 مربع داخل قوس مانده ما دقت کنید منفی 4 باز قوس میمونم بهش شما در کتاب شده نوشته می قوس ب بسته بشید گد نشه غلط نشه صحیح است پس قوس میمونیم داخل قوس ای و سی ربون ای و سی ای ما و شما یک است و سی ما و شما مثبت چهار است مثبت چهار خب حالا بعد بریم دریافت کنیم دلتا ما و شما چند میشه شکر عزیز خب منفی چهار مربع مربع منفی خلاص میکنه چند میشه میشه مثبت 16 پس این مثبت 16 دقت کنید بعدش علامه جمع و منفی نمیمونه باید دریافت کنید جواب از چی میشه جواب از مثبت شد مثبت اگه منفی بود منفی میمونه پس بعد بعد از ببینید جواب چی میشه 4 1 4 منفی 4 چون این منفی است یعنی یک مثبت است منفی 4 در مثبت 4 4 4 16 منفی در مثبت میشه منفی 16 که 16 مثبت منفی 16 میشه صفر پس دلتا ما شما دقیقا چند دریافت شد صفر دریافت شد یعنی معادله در دلتا اش دریافت کردیم شد صفر خب حال دلتا صفر شد معادله چند جواب دارد میگیم یک تا جواب دارد دو جوابی که مساوی است پس میگیم یک جواب دارد و فرمولش چه بود x1 مساوی است با x2 هر دو جواب با هم مفای بود و فرمولش بود منفی b تقسیم بر 2a. سست عمو دو فرمول قبلی که کار کردیم دلتاش صفر بود. سست برای عمو فرمول دریافت میشه. خب بریم درافت میکنیم مفای میشه با این منفی از خود فرمول، شوگرد عزیز b ما شما چند است؟ b ما شما منفی 4 است. پس داخل قوس منفی 4 تقسیم بر ای. تقسیم بر 2e. دو ضب در ای ای ما و شما چند است ای ما و شما یک است پس ضرب در یک خب جواب دریافت کو منفی در منفی میشه مثبت 4 و دو ضرب در یک میشه دو است؟ پس جواب ما و شما چند نشه ما در اینجا نوشته میکنم. میشه در آخر 4 تقسیم بر دو میشه مثبت دو پس جواب ما و شما چند شد دو شد یعنی یعنی معادل ما و شما یک تا جواب فقط داره و هم چند است دو است فهمید چه رقم شد دیگه پس اول میریم ABC رو مشخص میکنیم اول استاندارد باید باشه که وقتی مشخص باید استاندارد باشه 100 اگر نبود خودت باید استاندارد کنی و بعد رو که دریافت کردی باز میکنی؟ باز رو کار فرمولش منفی 4 ضرب در ا ضرب در سی 4 ای سی که نوشتن میکنیم بین اینا ضرب است دیگه صحیح است و این دریافت و دلتا اگر یک عدد مثبت شد از دو فرمول قبلی کار میکنی اگر دلتا صفر شد از این فرمول کار میکنی یک جواب داره و اگر دلتا منفی شد که عمل مثال کار میکنیم دلتا شود چی شود منفی شود و میگیم در سوال اعداد حقیقی جواب ندارد صحیح مثال بعدی دقت کنید با نام مثال با ما شما میتا 5x مربع منفی 4x جمع 2 مساوی است با صفر این ایر به ما و شما داده گفته رو دریافت کنید من ای بی سی اول مشخص میکنم ای ما و شما چند است شاگرد عزیز ای ضریب ایکس مربع است اول استاندارد است میگیم بله چون یک طرفش صفر است اگر نبود باید خود ما استاندارد بکنیم فیست پس یادتون باشه اول باید استاندارد کنیم خب خود سوال استاندارد است ضریب ایکس مربع چند است 5 بی ما و شما چند است ضریب X است میشه منفی 4 و سی ما و شما اون عدد تنها آخر میشه مثبت 2 پس ای بسطونسم دریافت کنیم حالا می نرم دلتاش کار میکنیم دلتا فرمول چی بود چاکردا عزیز بی مربع منفی 4 ای سی پس دلتا ای ما شما چند میشه بی مربع بی ما شما منفی 4 است پس نشم منفی 4 مربع منفی 4 ضرب در ای ضرب در سی ای ما شما 5 است سی ما شما چند سی سیما و شما هم دو است خالی دریافت کن دلتای ما و شما چند میشه منفی 4 مربع میشه مثبت 16 صحیح خب 4 5 میشه 20 منفی در مثبت میشه منفی 20 ضرب در دام بسازیم. میشه چند منفی 40 میشه صحیح پس منفی 40 صحیح است ش... مثبت 16 منفی 40 چند میشه جواب شکر مثبت 16 منفی 40 باید از هم دیگه کم بسازیم میشه 24 صحیح است پس میشه 24 میشه منفی 24 علامه عدد بزرگتر چون دلتا ما و شما کوچکتر از صفر شده شاگرد از یک عدد منفی شده پس میگیم معادل ما و شما در ساحه اعداد حقیقی جواب نداره یا جواب های حقیقی نداره پس چون دلتا کوچکتر از منفی 24 شد صحیح مثبت 16 منفی 40 هم علامه نیست باید کم بسازیم دیگه میشه منفی 24 دیگه پس میگیم چی یک عدد منفی شده پس میگیم که معادله جواب حقیقی ندارد سایست فهم نشه رقم شد دیگه نه پس ما از هر سه مدل سوال برد کار کردم که بفهمی اگر دلتا بزرگتر از صفر باشد دو جواب داره اگر دلتا مساوی با صفر باشد یک جواب داریم و اگر دلتا کوچکتر از صفر باشد در ساحه اعداد حقیقی جواب نداریم جواب دارد یا یام جواب دارد جوابش در اعداد مختلط میشه سایست کوها رو باز در های بعد میخونیم پس فهم بینید چرخم شد دیگه شاگرد عزیز پس ای هم از چی؟ ای هم از روش دلتا فقط باید فرمول در ذهن داشته باشی فرمولا را از بر کنی و یاد نرو فرمولا را تطبیق کنی و جوابا را دریافت کنی درست است؟ شاگرد عزیز و گرامی پس روش دلتا را هم خاندیم پس عالی. هر معادله درجه دومی که به ما و شما داده شود معادله درجه دومی یک متحوله یا یک مجهوله که به ما و شما داده شود ما و شما رو کار کرده میتونیم جوابش میتونیم دریافت کنیم پس یک معادله درجه دوم یا دو جواب داره یا یک تا یا هیچ جواب حقیقی نداره درست است خب و باز یک نکته براتون میگم براتون قبلا هم گفتم که اگر یک مدل به ما و شما داده باشه به شما به شما بده بعد بگه این کار کن روشش برات مشخص کنه روش دلتا تو باید با دلتا کار کنی اگر بگه با روش تجزیه باید با تجزیه کار کنی اگر بگه با تکوین مربع و تکوین مربع کار کنی فیس اما اگر بهتون نگه فقط مدل گفته کار کن تو از هر روشی که دلت شد کار میکنه و فرقی نمیکنه جواب رو دریافت میکنی صحیح است خب پیشنهاد من به شما این است که همیشه سعی کنید از روش تجزیه کار کنید روش تجزیه بسیار آسان تر است البته اگر شوه اگر از معادله تجزیه نشوه او را پس میریم از روش دلتا کار میکنیم درست است خب اما شاگرد عزیز کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 190 کتاب و باید کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتس هم روان میکنید نمبرش هم 20964 780 255, اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسانت کنید از طریق همین نمبری که به شما خواندم درست است شاگرد عزیز خب شاگردای عزیز و گرامی فصل هفته ما و شما به خیر خلاص شد و درس بعد فصل اشته شروع میکنیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر خیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان میسپارم